اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاذق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو بورد تخصصی از آمریکا و همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. ادوانس آی سرجری کلینیک 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از ادوانس آی سرجری کلینیک، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. ادوانس آی سرجری کلینیک مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در ادوانس آی سرجری کلینیک هستیم. برنامه شگفتی‌های جهان چشم پزشکی، امید من آن است که تندرست و سرحال باشید و فرصت داشته باشید تا با هم سیری در کهکشان علم و اندیشه داشته باشیم. فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. برنامه شگفتی‌های جهان چشم پزشکی هر هفته روز شنبه از ساعت 12:01 بعد از نیم روز به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون پارس به شما عزیزان تقدیم می‌گردد و من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری های چشم، در این برنامه درباره بیماری ها و جراحی های چشم با شما سخن میگویم. بازپخش برنامه فردا شب ساعت 10 شب به وقت لس آنجلس از همین شبکه خواهد بود که احتمالاً 8 صبح یا 8:30 صبح به وقت ایران خواهد بود، روز دوشنبه صبح. خب دوستانی که به هر حال برنامه رو نمیتوانند تماشا کنند، می توانند بازپخش برنامه را فردا شب در امریکا و دوشنبه صبح در ایران ملاحظه بفرمایید. اما چند نکته خدمتتون عرض کنم. اولا که ما امروز برنامه خوشبختانه برنامه پرسش و پاسخ پزشکی داریم در ساعت 2 تا 3 از رادیو ایران 670 AM. بنابراین یادتون باشه که اگر در این برنامه نتوانستم به سوالاتتون پاسخ بدم و فرصتی نبود که سوالاتتون رو مطرح بفرمایید، از ساعت 2 تا 3 در برنامه رادیو فقط اون برنامه مخصوص پاسخگوی سوالات شماست. لطفاً با رادیو تماس بگیرید ساعت 2 تا 3 تا به سوالات شما پاسخ بگویم. شما تلفن رادیو رو هم یادداشت بفرمایید: 323-512-7264. یک بار دیگه عرض میکنم: 323-512-7264 شماره تلفن رادیو هستش که 2 تا 3 منتظرتون هست. اما همیشه سوال میشود که آیا رابطه بین فشار خون و فشار چشم و در نتیجه گلاکوما وجود داره یا نه؟ جواب ما همیشه نه است. میگویم هیچ رابطه ای بین فشار خون و فشار چشم یا گلاکوما وجود نداره و واقعا هم رابطه ای نیست. اما در اینجا یک نکته باریکتر از مو هست و آن هستش که برخلاف تصور همه افراد که فکر میکنن خب فشار خون بالا میتواند فشار چشم بالا ایجاد بکنه، درست برعکس. یک تحقیق نشان داده است که فشار خون پایین، کسانی که فشار خونشون خیلی میفته پایین، آنها میتوانند دچار نوعی گلاکوما بشوند که بهش میگوییم نورمال تنشن گلاکوما یا لو تنشن گلاکوما، یعنی گلاکومایی که با فشار چشم طبیعی یا حتی فشار چشم پایین ایجاد میشوند. چرا؟ برای اینکه وقتی که شما فشار خونتون پایین میفته و فشار خونتون دچار اشکال می شود، حالا به هر دلیل
یا به علت اشکالات به اصطلاح سیستم سمپاتیک پارسمپاتیک بدنتون، اشکالات قلبی بدنتون یا خودتون، یا اشکالاتی یا اشکالی که به علت مصرف دارو ایجاد میکنید. فشار خون اگر از یه مقدار مشخصی پایین تر بیفته، چون تغذیه عصب بینایی دچار اشکال میشود و خون رسانی به این عصب کاهش پیدا میکند کاهش پیدا میکند، بنابراین عصب دچار سوء تغذیه میشود، لاغر میشود، که نوعی گلاکوما به وجود میآید که عرض کردم اسمش هست نورمال تنشن گلاکوما یا لو تنشن گلاکوما، گلاکومای با فشار کم. پس بنابراین یادتون باشه که فشار خون بایستی در یک میزان مشخصی باشه. برای افراد سن مختلف متفاوته. مطمئنا برای یک آدم 65 ساله فشار خون 10 و زیر 10 کمه، پایینه. این فشار خون کافی نیست، کافی نیست برای اینکه رگ‌ها در اون سنین یه خورده تنگتر شدن و بنابراین خون رسانی به اعضای بدن کند شده، باعث یه مقدار فشار بالا باشه تا بتوانه از داخل این رگ‌های تنگ خون رو پس کنه و به ارگان‌ها برسونه. و توصیه شده است کسانی که داروهای ضد فشار خون می‌خورن سعی کنن شب‌ها این قرص رو میل نکنن. یعنی شما اگر قرص فشار خون رو قرار روز یک بار بخورید، حتما صبح بخورید، شب نخورید. اگر قرار روزی دو بار بخورید، صبح بخورید و عصر بعد حداقل 5 ساعت بعدش بخوابید. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی ما میخوابیم سیستم سیمپاتیک ما خیلی آرامتر میشود و سیستم پاراسیمپاتیک ما یکم فعالیت پیدا میکنه. در نتیجه تمام عروق ما شل میشود، گشاد میشود و بنابراین فشار در همه جا پایین میفته. در همه اعضا و جوارح ما فشار خون پایین میاد. حالا شما اگر قرصتون رو هم ساعت موقع خوابتون بخورید، این افت فشار خون خیلی زیاد خواهد بود و در نتیجه به مدت طولانی اگر این اتفاق پیش بیاید، عصب بینایی شما رو دچار سوء تغذیه میکنه و اون نوع گلاکومای که عرض کردم، لو تنشن گلاکوما، پدید میاد که درمانش هم بسیار مشکله، بلکه عصب دچار آرزه میشه. پس بنابراین این نکته رو به خاطر داشته باشید که داروی فشار خون رو هرگز شب قبل از خواب نخورید. حتما بایستی اگر یک بار میخورید فقط صبح مصرف کنید. اگر مجبورید دو بار داروی فشار خون رو بخورید، صبح و بعد از ظهری مصرف کنید که 5 ساعت فاصله با خوابتون داشته باشه، که اون اثر خیلی زیادش رو، چون تا قرص رو مصرف میکنید اثرش خیلی زیاده، ولی 5 ساعت بعد اثرش کمتر میشود و این اثر کاهندگی فشار خون در شب رو به میزانی نمی رساند که عصب بینایی دچار سوء تغذیه شد. بنابراین این نکته بسیار مهمی بود که از این به بعد، پس بنابراین اگر دوستان سوال بکنن که آیا رابطه بین فشار خون من و چشم است، میگوییم بله، ولی نه اونجور که شما فکر میکنید. فشار خون بالا نه، فشار خون بالا اتفاقا اثر مثبت داره روی گلاکوما، فشار خون و روی فشار چشم. یعنی فشار خون شما که میره بالا، فشار چشم میاد پایین، ولی فشار خونتون که میره پایین، اون وقت گلاکوما تظاهر میکنه. خیلی ویرد به نظر میرسه، نه؟ اما این حقیقتیست و ثابت شده و در تحقیقات نشان داده شده است. پس این نکته فراموش نشود. نکته دیگر این که همیشه یک مشکلی ما داریم با بیمارانی که مکرال دیجنریشن دارن. متاسفانه گفتم اشکال از ماست، اشکال از علمه. علم پزشکی اونقدر پیشرفت نکرده که بتواند مکرال دیجنریشن رو درمان بکنه.
من بارها و بارها عرض کردم و باز تکرار میکنم، در قرن 21 علم بشر، با اینکه فکر میکنیم علم خیلی پیشرفت کرده، علم بشر در مقابل جهل بشر یک قطره است در مقابل اقیانوس. یعنی ما هنوز اقیانوسی از جهل در پیش رو داریم و علم امروز ما فقط یک قطره است در مقابل این جهل. پس برای نباید انتظار داشته باشه بشر که همه مشکلاتش رو با علم بتونه حل بکنه. علم هنوز کم، هنوز در مراحل نوزادی به سر میبره. بنابراین یکی از اون موارد همین مکرر دیجنریشن. متاسفانه هنوز درمان خاصی برای مکرر دیجنریشن وجود ندارد و البته مطمئنن. ببینید، مریض وقتی که سرطان داره از دکترش که بپرسه من در چه وضعیتی هستم، حتی اگر پزشکش نخواهد وخامت بیماری رو به بیمار گوش زد بکنه، می تواند به بیمار بگوید شما بد نیستید، حالت خوبه. اما در مورد چشم اینجوری نیست. وقتی مکرر دیجنریشن پیشرفته ای وجود داره، من نمیتونم به مریض بگم که شما وضع چشمت خوبه. مریض به من میگوید که من نمیبینم، نمیتوانم بخوانم، نمیتوانم بنویسم. بله، چون بیماری در جلوی چشم بیمار. منتها فقط باید این آگاهی باشه، این آگاهی در جامعه وجود داشته باشه که عزیزم، مکلار دیجنریشن یک بیماری است که هنوز نتوانستیم درمان کنیم و مکلار دیجنریشن اسمش روشه، سلول های مکلا مردن، میمیرن. سلول مرده که دیگه کار نمیتونه بکنه. وقتی سلولی مرد و نتوانست فعالیت خودشو داشته باشه، در نتیجه شما نمیتوانید ببینید و بنویسید. حالا اینکه اگر عینک منو عوض بکنید شاید بهتر بشود، نه، نمیشود. البته عرض کردم خب این جای تاسفه که بشر هنوز نتوانسته این بیماری رو واقعا پاسخگو باشه، ولی خب یک حقیقت عریانی است در پیش چشم ما و بیماران. بله، گاهی خیلی وقتا بیماران مکرر دیجنریشنی میآیند و میگن آی دکتر میشه عینکی ما رو عوض کنید؟ نه متاسفانه، مکرر دیجنریشنی که پیشرفته است دیگر کاری برایش نمیشه کرد. حالا این منظور من از بیان این نکته چیست؟ این هستش که عزیزم، مکرر دیجنریشن رو باید در اون مراحل اولیه که تازه میخواهد شروع شود، اگر ما تشخیص بدهیم شاید بتوانیم در اغلب مواقع جلوی پیشرفتش رو بگیر. معلومه شما اگر یه روز پاش روی دست تو گذاشتی رو چشم راستت و دیدی چشم چپت نمیبینه، این مکرر دیجنریشن خیلی پیشرفته است، اینه دیگه کارش نمیشه کرد. اما اگر هر سال به چشم پزشکتون مراجعه کنید، هر سال شما رو معاینه کنه، OCT بکنه و نگاه کنه و توضیح بده و شما در همون اوائلی که حتی 20-20 ویژن دارید به شما بگوید او شروع مکرر دیجنریشن در چشم شما هست و این کارها رو براتون میکنیم که این بدتر نشه، اون حداقل میشود یک افساری به اصطلاح یه لجامی بهش زد و یه لگامی بهش زد و نگذاش که این بیماری جلو بره. اما وقتی بیماری رفته و سلول ها همه مردن، کاری نمیشد. پس یک نکته یادمون باشه که هر سال برویم و چشم پزشکمون رو ببینیم. این نکته‌ای که عرض میکنم برای افرادی است که بالای سن 50 سال هستند، همه باید هر سال معاینه بشن. حالا اگر کسی در خانوادهشون سابقه مکرر دیجنریشن داره، از سن 30 سالگی باید هر سال معاینه بشن. چرا؟ چون در مراحل اولیه خود فرد متوجه بیماری مکرر دیجنریشن نیست، اما چشم پزشک میتواند اون رو کشف کنه و درمان کنه حتی و جلوی پیشرفتش رو بگیر. این یک نکته بسیار مهمی است. و نکته مهمتر این که کسانی که مکرر دیجنریشن دارن
چه نوع خوش چه نوع تر، و به هر دلیلی مجبورند که داروهای رقیق کننده خون مصرف بکنن، مثل وارفارین. یک استادی نشون میده که مصرف وارفارین که همون اسم دیگرش کومدین هستش که مردم با کومدین بیشتر میشناسنش، کومدین، کسانی که کومدین مصرف میکنن، یک تحقیق نشان داد که اینها اگر مکلاژنشن نوع خوش دارن با مصرف کومدین خیلی سریعتر به نوع تر تبدیل میشوند، و اگر نوع تر دارن خونریزی هاشون بیشتر میشوند و درمان مشکل دارن. بنابراین از دکتر داخلیتون بخواهید که کومدینتون رو به داروهای دیگری هست در این زمینه، از گروه داروهای دیگری که به اصطلاح رقیق کننده خون هستن ولی گروه وارفارین نیستن، به شما بدن و این گروه دوم دارویی تحقیقات نشون داده که خیلی 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 اثر سوء روی مکلا دیجنریشنشون کمه، و بنابراین با سویچ کردن از کومدین به داروهای گروه بعدی این مشکل تا حدی جلوش گرفته میشه. این نکاتی است که برای کسانی که مکلا دیجنریشن دارن بایستی مورد توجه قرار بگیره. اما دو مرتبه خدمتتون عرض کنم که ساعت 2 تا 3 ما برنامه پرسش پاسخ از رادیو داریم امروز. دوستان اگر سوالی دارن در همینجا مطرح بفرماین، و اگر فرصت نشد در این برنامه سوالاتتون رو مطرح کنید، ساعت 2 تا 3 در برنامه رادیو ایران 670 AM سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. شماره تلفن رادیو هستش 323-512-7264. یک بار دیگه عرض میکنم، یادداشت بفرمایید، 323-512-7264 این تلفن رادیو هست که 2 تا 3 منتظر ساعت 2 تا 3 تموم میشه. 1 ساعت برنامه داریم، 2 تا 3 سوالاتتون رو در اون برنامه مطرح کنید. اما عرض کردم اگر سوالی هست سوالات مطرح بشود که در همینجا در همین برنامه هم به سوالات پاسخ بگویم. سوال دیگری که خیلی از دوستان همیشه مطرح میکنن این است که آقای دکتر، چرا ما کدرک میگیریم؟ و حالا که کدرک گرفته ایم آیا کاری میشود کرد که جلوی پیشرفت کدرک رو بگیریم؟ پس 2 تا سوال، چرا کدرک میگیریم و چرا و آیا میشود جلوی پیشرفتش رو گرفت؟ برای جواب دادن به این سوال محققین انگلیسی آمدن و یک تحقیق کردن، و این تحقیق خیلی جالبه، برای خود من هم جالب. این تحقیق بین سال 2006 تا 2010 به مدت 4 سال در انگلستان انجام شد، و این تحقیق به نکات ظریفی پی میبره که دانستن این نکات بر همگان لازم و واجبه تا بتوانند واقعا از خیلی از بیماری ها از جمله پدید آمدن کدرک جلوگیری بکنند، یا حداقل نمیشه گفت که کاملا جلوگیری بکنیم، حداقل بروز کدرک رو به تعویق بیندازیم. خیلی مهمه که شما در سن 55 سالگی کدرک بگیرید یا در سن 75 سالگی. شما در سن 55 سالگی یک آدم فعال هستید و احتیاج به همه اعضای بدنتون دارید، چشمتون، دستتون، پاتون، گوشتون، ذهنتون، زبانتون. ولی در سن 75 سالگی ممکن اون موقع هم نه اینکه احتیاج ندارید، ولی ممکن کمتر احتیاج شده، ممکن بازنشسته شده باشید، ممکن دیگه اونقدر ساعت 10-12 ساعت در روز کار نکنید. بنابراین مهم است که ما بتوانیم بیماری ها رو تا اونجایی که میتوانیم
به تعویق بیندازیم. بعضی از بیماری ها یا بعضی از مشکلاتی که در بدن انسان پدید می آید اجتناب ناپذیره، یعنی لاجرم ما این بیماری رو می گیریم. مثل سفید شدن مو، هیچ آدمی نیست که موهاش سفید نشه تا آخر عمر، هیچ آدمی نیست که تا آخر عمر کدرک نگیره، هیچ آدمی نیست که به اصطلاح پوستش چین و چروک پیدا نکنه. اینا اجتناب ناپذیر، اما خیلی فرق میکنه که آیا شما در سن 45 سالگی چین و چروک پیدا کرده اید یا در سن 70 سالگی. بله، شما اگر از پوستتون مواظبت نکنید مطمئنا زود چین و چروک میکنید، از چشمتون همینطور، از گوشتون همینطور. پس مواظبت لازم. حالا این تحقیق چیه؟ این تحقیق بسیار همونطور که عرض کردم برای خود من هم جالبه، برای اینکه یک تیم تحقیق در انگلستان اومده و روی جمعیت خیلی بزرگی، یعنی چندین میلیون نفر جمعیت رو اینها بررسی کردن و اومدن که ببینن. اولا این تحقیق خیلی ولیده. چرا؟ چون جمعیت بسیار بزرگی رو تحت بررسی قرار داد. ثانیاً در انگلستان انجام شده، یعنی مرکزی که معمولا همه تحقیقاتشون خیلی جالب و نابه. تحقیق به اصطلاح باسمه‌ای نیست، یک تحقیق واقعا واقعی است. این تیم تحقیق اومده پرونده همه بیماران یوکی بایو بانک دیتابیس در کشورهای غربی مثل امریکا، انگلستان و کشورهای اروپایی، میدونیم که تمام کسانی که میرن پیش دکتر اطلاعات اینها، به خصوص اونایی که بیمه دارن، اطلاعات بیماری اینها در یک به اصطلاح بایو بانک جمع میشه، جمع آوری میشه. هر کس، یعنی آدمایی که مجوز دارن، میتوانن به این بایو بانک دسترسی داشته باشن، برن این پرونده ها رو مطالعه کنن. مثلا یکی رضاپور میخواد بره روی مثلا گلاکوما تحقیق کنه، میگه من میخوام از این بایو بانک استفاده کنم. یه مراحلی داره، شما این مراحل رو میگذرونید تا اجازه بدن که به این بایو بانک دسترسی پیدا کنید و بتوانید بسیار پرونده ها رو مورد مطالعه قرار بده. گفتم شرایط بسیار سخته، برای اینکه شما نمیتوانید فرسونید اسامی شخص رو بخونید، حتما بایستی اسامی با شماره مشخص می شود و یعنی شما فرد رو نمی شناسید، ولی می توانید پرونده ها رو نگاه کنید. خب این گروه تحقیق اومده از UK United Kingdom بایو بانک استفاده کرده، یعنی پرونده ها رو بیرون کشیده و بررسی کرده و می خواسته ببینه اولا چه فاکتورهایی در انسان باعث کدرک می شوند و آیا این فاکتورها در زن و مرد با هم متفاوته یا نه. سوال میخوایم ببینیم، جواب سوال مردم رو بدهیم. میگن آیا دکتر، آیا دلیلی و اشکالی وجود، من کاری کردم کدرک گرفتم، من به اصطلاح چیز نابابی خوردم، کار نابابی کردم؟ این رو میخواد جواب که حالا در پی آمد برنامه پی میگیریم که ببینیم نتیجه این تحقیق چی بود. بگذارید من به چند نفر از دوستان سوالاتشون پاسخ بگویم و بعد برایم سراغ مسئله. دکتر رضاپور هستم از شگفتی‌های جهان چشم پزشکی، بفرمایید سوالتون رو عزیزم. الو، بخیرم دکتر. بفرمایید عزیزم. من از استرالیا خدمتتون زنگ میزنم. صدای شما خیلی خوب نمی آید. از کجا زنگ میزنی؟ بفرمایید. من از استرالیا خدمتتون زنگ میزنم آقای دکتر. روز عالی بخیر. روزتون بخیر. من حدود 4 ماه پیش 2 چشمم رو همزمان در یک روز کترک عمل کردم. دیدم بسیار خوب و عالیه، ولی متاسفانه هنوز درد دارم.
و مهمترین مسئله این هست که چه در روز و چه در شب نور، انعکاس نور توی چشمای من بسیار اذیت کننده است. یعنی نور رو من از فاصله های دور، مثلا حدود 200 متر، مثل نور خیابون، نور ماشینا، اینا همه شکسته است و وقتی من نگاه میکنم و بسیار منو آزار میده، منتهی به سردرد میشه برای من. این بسیار منو اذیت کرده. لنزی هم که برای من استفاده کردن، لنز موتیفقال هست، همون لنزی که شما هم تایید فرمودید، الان من این مسئله رو دارم که چیکار باید بکنم با این شکست نور در چشمام. خواهش میکنم اگر راهنمایی بفرمایید من رو. خواهش میکنم. ببینید، یکی از اشکالات عمل جراحی دو چشم با هم در یک جلسه همینه. ببینید، این امریکایی ها بی خود نیست که واقعا در جهان پیشتازن، در همه چیز جلو هم. یک کشور 200 خورده ساله سرآمد کشور جهانه. دلیل داره، برای اینکه همه چیز رو سعی میکنن خیلی علمی و منطقی بهش برخورد کنن. در امریکا ما اجازه نداریم دو چشم رو در یک جلسه عمل کنیم. باید یک چشم عمل بشود، ببینیم نتیجه چیست، بعد برویم سراغ چشم دوم. خب من اگر شما رو عمل کنم و ببینم لنز مالتیفوکال براتون گذاشتم و این لنز مالتیفوکال در چشم شما گلر وحشتناک ایجاد کرده و شما را آزار میدهد و شما نمیتوانید تحملش کنید، خب در چشم دومتون نمیگذارم. برای اینکه حالا چشم دومتون رو مانو میگذارم که هم کمک کنید که این گلر کمتر بشود و هم آزارتون کمتر بشود. ولی وقتی شما دو چشم رو با هم عمل میکنید، در همون جلسه هم هر دو چشم رو لنز مالتیفوکال میگذاری، دیگه جایی برای اصلاح کردن این قضیه وجود نداره. حالا مسئله اینه که اگر درد داری، درد مسئلهش فرق میکنه. کسی که درد داره بعد از عمل کدرک، البته 2-3 ماه بعد از عمل کدرک اگر درد داشته باشید، ما فکر میکنیم که یک نوراپاتی ایجاد شده باشه که این رو بایستی حتما به عنوان یک نوراپاتی درمان کنیم، درمان خاصی داره. و ولی اگر اون نباشه ممکنه فقط خشکی چشم باشه. در مورد اون گلر، این لنزها معمولا گلر دارن. حالا من نمیدونم چه نوع لنزی، آیا پاناپتیکس براتون گذاشتن یا لنز دیگری، نمیدونم اسمش چیه اون لنز، ولی این گلر رو شما یه مدتی خواهید داشت. برای کسانی که گلر خیلی شدید دارن، اول باید خشکی رو خوب درمان کنید. اگر یه ذره استیگمات دارن، استیگمات رو برطرف کنید. و یک قطره ای هست به نام برمانیدین یا پایلوکارپین، این قطره رو بدیم که شبها حتی روزها هم میتوانن استفاده بکنن که گلرشون رو یه مدتی کم بکنه تا آرام آرام عادت بکنن. بنابراین من توصیه اینه که از دکترتون بخواید یک خشکیتون رو درمان کنه، دو اگر کمی آستیگمات دارید آستیگمات رو برطرف کنه، سه براتون برمانیدین یا پایلوکارپین بهتون بده که به خصوص هم برمانیدین بهتره چون پالوکارپین خیلی تنگ میکنه. برمانیدین استفاده بکنید. این برمانیدین کمک میکنه که شما یک کمی گلرتون کمتر بشه. این توضیحاتیست که میتوانم بدم. ولی مشکل اینه که نباید دو چشم رو با هم در یک جلسه عمل کنه. یکی رو عمل کنه که 2 هفته بعد عمل. این دقیق تر و درست تر است. به هر حال امیدوارم این کار رو براتون بکنن، شاید یک کمی راحت تر بشه. یه مقدارم صبر بکنید. معمولا ما به مرجع میگوییم تا 1 سال این گلر خیلی اذیت میکنه، ولی بعد از 1 سال معمولا دیگه خیلی این گلر آزارتون نمیده. نگران اون گلر به نظرم زیاد نباشید. الان عینک ضد گلر استفاده بکنید. یه عینکی هست یا عینک سازی اگر برید، اسمش از آنتی گلر گلاسز. اون آنتی گلر گلاسز رو بزنید موقع درایو کردن، به خصوص راحتن خواهید بود مطمئنم و هم کار هم انجام میشه. اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای دکتر رضاپور، انشاءالله که حال شما خوب باشه. آقای دکتر رضاپور، چی شد 2 سال پیش وقتی که
این یه لایه روی شبکم بود و اون لایه رو برداشتن. بعد از شما اپیرتینال ممبرین داشتید نه؟ کاملا بله. بعد بعد از دو سال این هنوز این تغییر رنگ ها مثلا سبز، قرمز، تاری اینا هست. بعد رفتم پیش دکتر شبکه، گفتش که هر کس که این کار کرده در موقع اون برداشتن یه فشار رو بوده روی عصب بینایی. بعد رفتم تو گوگل خوندم و بعد نوشته بود که هر وقت که یه فشار روی شبکه بینایی بیاد یه ناهماهنگی بین لایه های این میاد. من زیاد نفهمیدم که در دراز مدت یا در کوتاه مدت اون فشاری که روی... من چند تا سوال از شما کنم. اولا شما فشار چشمتون خوبه؟ گلاکوما نداری؟ من دارم، من مریض شما هستم. الان فشار چشم خوب شد، گلاکوما دارم. آی دکتر من شما عمل شما من فرصده الان فشارش هم خیلی گلوکوما دارم، من مریض شما هستم. من ببینید درسته ERM درستی که عمل می شود، ولی وقتی ERM عمل شد به معنی این نیست که شما دیدتون خیلی خوب میشه. اصلا خود ERM بیماری هست که سلول های مکلا رو میکشه. برای تعدادی از سلول مکلای شما مرده است. شما اگر زایه‌ای در عصب بیناییتون دارید، اون زایه‌ای عصب بیناییتون زائیده اون گلاکوماتون هست. ربطی به عمل جراحی اون آقای دکتری که اون متخصص شبکه‌ای که ERM شما رو عمل کرده ندارد. و اون حرفی که فرد دیگری زده است به نظر من حرف زیاد به جایی نیست که موقع عمل جراحی فشار به عصب بینایی هم چیزی وجود نداره. شما گلاکوما دارید. گلاکوما خودش عصب بینایی رو دچار اشکال میکنه. پس اگر شما اشکالی در عصب بیناییتون هست به خاطر اون گلاکوماست. منتها شما اگر چون گلاکوماتون لیزر شده یا درمان شده، الان یک دکتر دیگه شما رو ببینه متوجه نمیشه یا نمیداند که شما گلاکوما دارید و فکر میکنه زایعی که در عصب بینایتون هست به خاطر عمل جراحی است که اون متخصص شبکه کرده. نه، ERM عمل بسیار راحتی است. یک لایه است در ته چشم که میرون برمیدارن و هیچ آسیبی به عصب نمیرسانن. پس بنابراین شما چشمتون هم مشکل گلاکوما هم ERM داشته. خیلی نباید از این چشم انتظار دید خیلی به قول معروف بالا داشته باشید. به هر حال اونچه که دید دارید رو باهاش بسازید، کاریش نمیتوانید. بله اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنید. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. مرسی. من از تهران زنگ زدم. بله. عرض کنم که 78 سالمه. بله. چشم راست من از بچگی قوز قرنیه داشت. به دو تا از درمانگاه های معتبر تهران هم مراجعه کردم، اونایی که دیگه خیلی معروفه. بله. اولا به خاطر سنم این راستمو زیاد اهمیت ندادن که قوز قرنیه داره. گفتن خب به خاطر سن تینایی چند مشکل اگه بخوایم عمل قرنیه کنیم. چشم چپ هم الان مدت هاست که یه لکه های سیاهی روش هست، میاد و میره. ضمناً شبام که اون حالت نورافکنی دور چشمم هست. اینا رو هم به دو تا عرض کردم، درمانگاه های معتبر تهران مراجعه کردم، اونایی که عرض کردم خیلی معروف هم هستن و اینها، ولی بودم به خاطر سن به من مثلا اومگا ویژن دادن و عرض کنم اینجور چیزا. می‌خواستم اینا چیکار باید بکنیم با این چشمی که به این صورت هست؟ اجازه فرمایید که من قوز قرنیه یک بیماری دو طرفه است. نمی‌شود یک انسانی یک چشمش قوز قرنیه داشته باشه یک چشمش نداشته باشه. می شود در یک چشم پیشرفته تر باشد، در چشم دیگر کمتر باشد. شما احتمالا در چشم راستتون هم قوز قرنیه داری. نگفتن بهتون؟ نه امکان نداره. ببینید قوز قرنیه بیماری دو طرف است و
اگر شما در یک چشمتون قوز قرنیه پیشرفته دارید در چشم دیگر هم دارید، منتها خیلی ممکنه که بهش میگیم فرسته، نوع فرسته رو دارید، نوعی خیلی 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 پریمیتیوش دارید، بنابراین و همین باعث گلر در شما میشود، همین باعث میشود که پخش نور ایجاد بشود. آیا کدرک هم دارید یا عمل شده؟ نه خیر، عمل که نشده، بهم گفتن اصلا چیز چشمت همینه و عرض کردم اومگا ویژن دادن، گفتم باید اصلا چشمت تغییر بشه. چی دارید؟ تانل ویژن دارید؟ اومگا ویژن، از این کپسول های اومگا ویژن. نه تغییر چشم ببینم، شما نگفتن کدرک دارید؟ شبکتون سالمه؟ نه خیر، نگفتن که چشمم کدرک داره. نه نمیشد در سن 78 سالگی یا آدم که نمیتونه، باید یه مقدار کدرک داشته باشه، مثل اینکه شما به من بگید من الان تمام موهام سیاه نمیشه، من قبول نمی کنم، مطمئنن بخشی از موهای شما سفید شده. به دو تا از درمانگاه های معتبر رفتم من، ولی متاسفانه میگم نتیجه که گرفتم همین هاست. نه میخوام ببینم آیا بهتون گفتن شما چه بیماری چشم، نمیشد که شما مراجعه کنید بهتون بگن نه برو چشمت سالمه ولی شما گله داشته باشید، شما نگفتن بیماری چشمتون چی هست؟ نه خیلی چیزی به من نگفتن، یه سری اطلاعاتی که رکس برداری داخل چشم و اینجور چیزا بود دادن همراه یه پرونده منو، گفتن که بفرمید شما این قرصا رو بخورید به خاطر سنتون تغییرات چشمش. پس شما مکرو دیجنریشن دارید ها؟ متوجه نشدم، ببخشید. ببینید من یک پیشنهاد میکنم، شما باید برگردید و به اون دکترتون بگید آقا جان اسم بیماری من چی؟ من چشمم سالمه، اگر چشمم سالمه چرا نمیبینم؟ خوب نمیبینم. اگر سالم نیست، دکتر رضاپور میگه هر کسی که چشمش سالم نیست بیماره و این بیماری ها اسم داره. اسم بیماری، نام بیماری چشم من چیه؟ من آیا تو این چشم من قوز قرنیه دارم؟ کدرک دارم؟ گلاکوما دارم؟ مکولار دیجنریشن دارم؟ عصب بیناییم ضعیف شده؟ آپتیک اتروفی دارم؟ چی دارم؟ اسم بیماری، وقتی اسم بیماری رو به من بگید خب من میتوانم یه جوابی به شما بدم، ولی الان من ماندم شما چی دارید آخر؟ شما مشکلت چیه؟ چون من در یه چشمم قوز قرنیه دارم، در چشم دیگه‌ام ندارم. من به شما میگم مطمئنا در چشم دیگه‌تون قوز قرنیه دارید. آیا این مشکل به خاطر قوز قرنیه در چشم دومته یا نه مشکل دیگری در پشت چشمتون هست؟ اینا نکات مشخصی است که بایستی به اصطلاح به من جواب بدهید تا من بتوانم یک پاسخ برای شما پیدا بکنه. بنابراین من توصیه ام اینه که حتما از دکترتون بپرسید مشکل چشمم چی هست، بنویسید رو کاغذ تا من با دکتر رضاپور در میون بگذارم ببینم چه جوابی به من میدن، اینطوری بهتر میتونم جوابتون رو بدم. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر از راهنماییتون، ممنونم، سپاس گذارم. قربان شما. خب باز عرض کنم که ما ساعت 2 تا 3 برنامه پرسش و پاسخ داریم در رادیو 670 AM. بعد از اینکه برنامه پایان رسید یک بریک داریم و بعد ساعت 2 برنامه پرسش و پاسخ در رادیو شروع می شود که شما تلفن رادیو هم عرض کردم 323-512-7264 هستش و دوستان می توانند در اون ساعت زنگ بزنن و سوالاتشون رو مطرح بکنن. اما برایم در این فاصله که کمی فرصت داریم این تحقیقی که در انگلستان انجام شد که ببینن چه چیزهایی باعث کدرک می شود، چه فاکتورهایی در انسان باعث کدرک می شود، آیا لایف استایل اثری دارد، آیا فیزیکال هلت، ورزش، نمیدونم بیماری ها، سیگار، اینا هیچ تأثیری در این ایجاد کدرک مؤثرن در پدید آوردن کدرک یا نه. همونطور که عرض کردم این پرونده چند میلیون افراد بود که بین سن بین 40 تا 69 70
داشتن و اینا رو این پر... در این رنج سنی پرونده ها رو بیرون کشیدن و بررسی کردن. میدونید که این نوع استدی ها به اصطلاح رتروسپکتیو هستن یا یعنی این که ما بر میگردیم، مریض اومده کاراش انجام شده، ما بر میگردیم رتروسپکتیو اینها رو بررسی میکنیم. همطور که عرض کردم این تحقیق 4 سال طول کشید، بین 2006 تا 2010 انجام گرفت و دیدن که تقریبا افرادی که اینها بررسی کردن که چندین میلیون نفر بودن، دیدن ریت ایجاد کدرک در خانم ها اصولا بیشتر از آقایون. خانم ها چیزی حدود ریتشون 35% در هر 35% در هر 10,000 نفر در سال و برای آقایون 29%. و دیدن که در افرادی که ریشه ایژین آسیایی، یعنی ما هم جز آسیایی هست، آسیایی دارن و یا سیاه‌پوست هستن، اینا خیلی بیشتر سفیدپوستان دچار کدرک میشن. اما عوامل دیگری رو که در این افراد بررسی کردن، یعنی اونهایی که تو این گروه بودن و دچار کدرک بودن، مقایسه کردن با اون افرادی که تو همین گروه ها بودن و کمتر یا در سنین خیلی دیرتر دچار کدرک شد، دیدن که این عوامل در ایجاد کدرک در این افراد مؤثر بوده است. 1. نوشیدن الکل به هر مقدار. 2. مصرف سیگار. 3. بیکاری unemployment. در اون افرادی که بیکار بودن خیلی ریت کدرک بیشتر از اون افرادی بود که کار داشتن و کار میکردن. و جالبتر این که دیدن که در اونهایی که از نظر اقتصادی وضعشون بده، سوسیو اکونومیکلی پایین هستن، در مردان، یعنی مردایی که وضع اقتصادشون خرابه، کدرک توشون بیشتره. در خانم ها برعکس، اونهایی که وضع اقتصادشون بهتره کدرکشون بیشتره. بعد نگاه کردن دیدن شاید این ربطش بشه به چاقی. پس چاقی هم یکی دیگه از عوامل ایجاد کدرک و بالاخره دیابت و یعنی داشتن بیماری دیابت و کسانی که نزدیک بین بودن، یعنی از 16-17 سالگی عینک می‌زدن، اینها هم زودتر و خیلی بیشتر دچار کدرک می‌شدن. حالا اونایی که ورزش می‌کردن خیلی کمتر دچار کدرک شده بودن و اونایی که کار می‌کردن، طبعا اونایی که سیگار نمی‌کشیدن، الکل مصرف نمی‌کردن خیلی کمتر. ولی به طور کلی در این مطالعه، در این تحقیق متوجه شدن که خانم ها خیلی لایف استایل بهتری رو نسبت به مرد ها رعایت میکنن و انجام میدن، ورزش میکنن، سیگار نمیکشن، مشروب نمیخورن، به وزنشون توجه دارن، به پوستشون توجه دارن و این لایف استایل خوبی رو که دقت میکنن. درسته که درصد کدرک در خانم ها بیشتره به دلیل اینکه خب چاقی و بیماری دیگه هم بیشتره، ولی لایف استایلی رو که نگاه کردن اینجا دیدن لایف استایل اونا سالمتر رعایت میکنن. ولی به طور به اصطلاح زمینه ای خانوم ها بیشتر تندنسی به ابتلا به کدرک دارن و به بدترین چیز برای ایجاد کدرک الکل، بعد سیگار و بعد unemployment. خیلی جالب بود برای من، بیکاری باعث کدرک میشه. و در خانوم ها که به خصوص اگر دیابت دارن، وقتی متابولیک سیندروم پیدا میکنن خیلی بیشتر دچار کدرک میشن. خب بنابراین این محقق متوجه شدن که سرگرمی با کار میتواند جلوی خیلی از بیماری از جمله کدرک رو بکاهد. و ولی جالب اینه که خانوم هایی که وضعیت مالیشون بهتره بیشتر دچار کدرک شدن نسبت به اونایی که وضعیت مالیشون کمتر. در
وقتی مقایسه کردن خانوم ها رو با آقایون، دیدن خانوم ها و آقایون هر دوی الکلی باش الکل مصرف کنن، در آقایون بیشتر کدرک ایجاد میشه. بعد وقتی که بیشتر دقت کردن دیدن خب نوع الکلی که مصرف میکنن فرق میکنه، آقایون هارد لیکور مصرف میکنن، آقایون خانوم ها الکل خیلی کمتری مصرف میکنن، مقداری خانوم ها کمتر مصرف میکنن، آقایون بیشتر مصرف میکنن، خانوم ها الکل هایی مصرف میکنن که انتای اکسیدنت توش داره مثل شراب، آقایون الکل هایی مصرف میکنن که انتای اکسیدنت ندارن. بنابراین این تفاوت هم وجود داشت و خلاصه این که به این نتیجه رسیدن که آجون بله خیلی از عوامل در ایجاد، درسته که کدرک یک پدیده ایجینگ ماست، همه ما ها روزی کدرک میگیم، بله همه ما هم روزی میمیریم، ولی یک آدم در سن 50 سالگی میمیره یا آدم در سن 98 سالگی میمیره، تفاوت در برای نیم قرنه. چرا؟ کدرک هم همینطور، یک آدمی در 50 سالگی کدرک میگیره که آدمی در 75 سالگی 80 سالگی. چرا؟ چون این نکات رو رعایت کرد. پس الکل، سیگار، ورزش نکردن، دیابت، نزدیک بین بودن، بیکاری، اینها عوامل هستند که باعث پدیدار شدن کدرک زودرس میشود. اگر اینها رعایت بکنی مطمئنا کدرک دیرتر آرزو میشه. حالا کدرک وقتی ایجاد شد میشود جلوش رو گرفت؟ هنوز تحقیقی نداریم، ولی مطمئنا شاید اون هم راههایی وجود داشته باشه که جلو پیشرفت شده. البته در این تحقیق، چون تحقیق رتروسپکتیو بوده، یک نکاتی رو نتونستم بررسی کنم، مثلا یوبی. خب یوبی یکی دیگه از عوامل، اونایی که زیر آفتاب کار میکنن بیشتر دچار کدرک میشن، بنابراین باعث همیشه چشممون رو از یوبی پنهان کنیم، عینک آفتابی بزنیم، کلاه لبه دار بزنیم. اون یکی از دیگر از عوامل هست که خیلی موثره، گوشت قرمز، دایت. البته اینجا اشاره شده است به لایف استایل و دایت، هر چه دایت گوشت قرمز و الکل و چربی بیشتر باشه زودتر کدرک ایجاد میشه. هر چه دایت به طرف سبزیجات و به اصطلاح دانه های گیاهی برود، آلیو اویل و فیش به جای فیش گوشت فیش استفاده بشه به جای گوشت قرمز، کمتر ایجاد میشه. اینا نکاتی است که به هر حال واسه ما همه بدانیم برای آینده. خب دکتر رضاپور هستم از شرکت‌های جرم چشم پزشکی، بفرمایید. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم از زحماتی که برای ما میکشین. من از شماره کالیفرنیا تلفن میکنم، چشمام مکرار دیجنریشن دارم، بعد هر دو ماه تو هر دو تا چشمام انجکشن تزریق میشه. میخواستم از شما سوال کنم که آیا این مفید خواهد بود یا یه چیزی که همینطوری ادامه دادم؟ بله ببینید، تقریبا این سوالیست که هر روزه در مطب از من بیماران میپرسن که آیا این تزریقات چه حاصلی داره، تا کی باید ادامه بدیم، چرا میداره. همونطور که عرض کردم، هنوز ما یک درمان اساسی و اصولی برای مکرودیجنریشن نداریم، اما ثابت شده است که اگر ما بتوانیم اون مایع و اون دریاچه‌ای که زیر مکرا ایجاد میشود رو خشکش بکنیم، خب طبعا دید بیمار بیشتر حفظ میشود، عمر چشم ما طولانی‌تر، عمر دید چشم ما بیشتر میشود. و این تزریقات هم همیشه به خاطر اینه که اون به اصطلاح لیکی که زیر شبکه وجود داره، زیر مکلا وجود داره، اون رو از بین ببرن. بنابراین تا زمانی که چشم پزشک شما، متخصص شبکیه شما، رتینا اسپشیالیست شما تشخیص میده و صلاح میداند که این تزریقات انجام بشود، باید انجام بدن، چاره نیست. اگر انجام ندهید نابینا میشن، یعنی بحثی درش نیست. برای اینکه مکروژنشن یه بیماری نابینا کننده است. ببینید، البته خوشبختانه مکروژنشن دید مرکزی رو از بین میبره، دید پریفری یا دید کناری همیشه هست. بنابراین آدمی که مکروژنشن داره هیچ وقت کوره به اون معنی نابینایی که هیچ نبینه نمیده، میتواند زندگی کنه، ولی ممکن نتونه بخونه، نتواند بنویسد، نتواند سلفرش خوب نگاه بکنه. بنابراین برای اینکه حداقل بتوانیم از پیشرفت بیماری جلوگیری کنیم، این تزریقات رو ادامه بدهید و
تحت مراقبت رترو اسپشیالیستتون باشید. اجازه فرمایید که با دوست از دیگر صحبت کنم. آقای دکتر اجازه بدید اون دارویی که برای من تزریق میکنن اسمش هست SYFOVER، این خوبه؟ چی اسم لوسندیز؟ دارویی که تزریق میکنن تو چشم من اسمش من سپل میکنم SYFOVERE. بله بله این خوبه؟ این اتفاقا داروی جدیدیه که اومده و این رو حتما ادامه بدید. بله اینو برای من تزریق میکنم، میخواستم از شما سوال کنم که بله این دارو جدید هست و استفادهش خیلی کمک میکنه بهتون که بدتر نشید. آقای دکتر متشکرم. خیلی ممنون. فرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنید که رضا پور هستم. بفرمایید. الو الو صدای من رو دارید عزیزم؟ بله سلام علیکم آقای دکتر. سلام عزیزم بفرمایید. وقتتون بخیر. فرصت خیلی کوتاه، سوالتون رو شورت بفرمایید که من جواب بدم. آقای دکتر من بیماری شوکرین دارم، چند بارم با شما تماس گرفتم، جناب عالی چند سال پیش تشخیص دادید که من شوکرین دارم، اینجا نتونسته بودن تشخیص بدن، لطف شما بوده. اول اینکه من می‌خواستم به خاطر افتادگی جدید پلکی که دارم پلکمو عمل کنم، بعد که رفتم آقای فتحی گفتن که شما من بیماریای داری توضیح. الو الو بسی که دوست از ما اشکال داشت شما بله بفرمید، گفتید که شوگرن دارید و میخواهید پلکتون عمل کنید. بله آقای دکتر گفتن که به هیچ وجه شما نمیتونید پلکتون رو عمل کنین چون خشکی چشم شما رو بیش از حد زیاد میکنه تا حدی که مجبور بشید فکر میکنم تعویض قرنیه کنید اگر اشتباه نکرده باشم. من کاملا با نظر ایشون موافقم، کسی که شوگرن داره و خشکی شدید داره میدونی که عمل جراحی پلک با خشکی زیادتری همراه است و ما سعی میکنیم در یک همچین مسئله اگر بتوانیم شوگرن شما رو درمان کنیم به یک مرحله برسانیم که مطمئن بشیم سطح قرنیتون خوبه، اون موقع میرویم سراغ عمل جراحی پلکتون. ولی اگر شوگرن شما فعال باشد صلاح نیست پلکتون رو عمل کنیم. بله الان شوگرن من فعاله آقای دکتر. خب درمان کنید، بعد از اینکه شوگرنتون رو یه مقداری مهار کردید عمل کنید. الان نه عمل نکنید. آقای دکتر من چون چند بارم تماس کردم شما فرمودید شوگرن چیزی نیستش که درمان قطعی بشه، کنترل میشه. خب همون کنترلش بکنید، اگر کنترلش بکنید یعنی در فاز فعالیتش رو کم بکنید اون وقت میتونید عمل. آها پس اگر بتونید کنترلش کنید میشه این عمل رو انجام داد. بله بعدن میتونه اگر بعد ما چه زمانی متوجه میشیم که کنترل شده؟ یعنی اون خشکی چشم که چشم پزشکای حالت یه برگه فلش مانن تو چشم من میزنن که رطوبت چشمو میسنجن، اون همون روش با اون روش میشه حد زد؟ چون من نمیدونم چه روشی هستش که بدونم بیماریم کنترل شده یا نه. بله با شیرمر تست هست. بله آها آقای دکتر من یه سوال دیگه هم خدمتتون عرض کنم که دیگه وقت متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید، می توانید با رادیو تماس بگیرید. الان دیگه برنامه تمام شد وقتش. با سپاس از دوستانی که با ما همراه بودند، با پوزش از دوستانی که به روی خطا ماندن، امیدوارم که بتوانیم ساعت 2 تا 3 با هم صحبت بکنیم. برای همه شما آرزوی تندرستی سربلندی میکنم، برای مردم ایران آرزوی سربلندی رهایی از یوغ جمهوری جهل و جنون و برای جمهوری اسلامی پایان و زوالدان تاریخ و زوالدان تاریخ که تقریبا نزدیکه، فکر نمیکنم خیلی دور باشه. در صورت با سپاس از کارگردان فنی امیر عزیز که مثل همیشه ما رو راهیان کارگردانی کردن. امیر جان به دود تا دود دیدن.